میدونستید میتونید مزوتراپی رو توی خونه یا برای کلاینتتون به راحتی و بدون هیچ دردسری انجام بدین؟ کمپانی ریبسکین محصولی رو ارائه داده به نام دیپ شوت که شما میتونید به راحتی مزوتراپی رو برای خودتون یا برای کلاینتتون انجام بدین. توی این ویدیو میخوام خودم برای خودم انجام بدم که ببینید به چه صورت میتونیم از این محصول استفاده بکنیم. اولین کاری که باید انجام بدید اینه که سطح پوستتون رو از تمام آلودگی‌هایی که روی سطح پوست و داخل منافذ هست پاک بکنید. من که برای خودم خواستم کار انجام بدم از فوم شستشوی های لایف استفاده کردم که به خاطر این سری سیلیکونی که داره تمامی آلودگی‌هایی که داخل منافذ هست رو هم میتونیم به راحتی پاک بکنیم. پکیج دیپ شوت به این صورته که مثل پینک که قبلا توضیح داده بودیم یک کارتریج 19 سوزنه داره به عمق نیم میل که به این صورته. یکی از شوترها رو هم برمی‌داریم و کارتریجمون رو به این صورت باز می‌کنیم، روی شوترمون قرار میدیم و آماده تزریق میشه. تزریق رو که می‌خوایم برای صورت انجام بدیم به فاصله های 1 سانتی 1 سانتی شروع می‌کنیم تزریق کردن. چند بار به آرومی اینو می‌زنیم که ببینیم محلول ازش میاد بیرون. شروع می‌کنیم فشار میدیم، تزریق رو انجام میدیم. درد هم نداره به هیچ عنوان چون سوزنش بسیار بسیار ریزه و به راحتی شما میتونید تزریقتون رو انجام بدید. روی نواحی پیشونی یه مقدار فشار دستتون رو کمتر بکنید. همینطوری که دیدید ما بی‌حسی هم استفاده نکردیم دیگه، پس خیالتون از بابت دردش هم راحت باشه. بعد از اینکه ما تزریقمون رو انجام دادیم هم الکتروپروشن رو که استفاده کردیم، اگر الکتروپروشن نداشتین که استفاده بکنید مشکلی نداره، مقداری ماساژ میدین با دست تمیز و میذارین کامل جذب بشه. در نهایت از کرم ترمیم کننده مثل کرم اپیدرم پلاس استفاده میکنید. خب همونطوری که میبینید کل صورت رو برای خودم تزریق کردم. حالا یه چند جا اینجا هم خالی مونده، اینا رو هم میزنم، ولی حدودا نصف کوکته برای یک صورت استفاده شد. یک جلسه دیگه هم میتونید از این استفاده کنید. توی 3 جلسه هم میتونید این رو استفاده کنید. من الان مقدار خیلی بیشتری استفاده کردم برای صورتم. اینجایی که ریش داریم هم نیازه دیگه، چرا نزنیم؟ امیدوارم که از صورت من نترسیده باشید. به هیچ عنوان درد نداره و این قرمزی هم کاملا طبیعیه. وقتی که استوری بعدیمو گذاشتم، یعنی موقع میتونید نتیجهشو ببینید. این برای کسایی که میخوان ماساژ بدن. به همین صورت میذاریم کامل جذب بشه و در نهایت از ژل اپیدرم پلاس یا ترمیم کننده خیلی خوب استفاده میکنه. حالا ما اینجا ژل اپیدرم پلاس تموم کرده بودیم، گفتم ماسک اپیدرم پلاس استفاده کنیم. بعد از انجام این کارها هم حواستون باشه که از ضد آفتاب استفاده بکنید که فوق العاده کیفیت بالایی هم داره ضد آفتاب ژنوسیس. اینم از ماسک ترمیم کننده. متاسفانه این قسمتاش به درد آقایون نمیخوره دیگه، ریش داریم. خب من ماسک اپیدرم پلاس رو هم برداشتم، گفتم شما هم ببینید که اون التهاب و قرمزیه کاملا حالا یه مقدارش مونده رفع شد. و یه نکته دیگه میخواستم اضافه بکنم اینه که شما دیپ شوت رو حالا نیاز نیست برای کل صورت حتما استفاده بکنید و تو یک جلسه تمامش بکنید. این چیزی که اینجا مونده چون من برای کل صورتم استفاده کردم، چون میخوام قشنگ تاثیرش رو خودم ببینم، حدود 1 میلش مونده. شما من گفتم 1 سانتی 1 سانتی میتونید استفاده بکنید، درسته، ولی حتما لزوما نباید شما این کار رو انجام بدین. میتونید مثلا فواصلتون رو بیشتر بکنید و تعداد کمتری استفاده بکنید و نتیجه هم بگیرید و به صورت موضعی اون نوایی که فکر میکنید بیشتر نیاز داره رو میتونید کار بکنید. حالا بیشتر برای جوانسازی هست و شما اون نوایی که چروک داره مثلا میتونید کار بکنید. اینم گفتم بدونید که حالا یه دونه برای یک جلسه حتما نیست و میتونید توی 3 جلسه برای کلاینتتون یا برای خودتون استفاده بکنید.